صادرات هرا در 3 ماه گذشته در مقایسه با زمان مشابه پارسال 5 میلیون دلار افزایش یافته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید که گیاهان دارایی و میوه های خشک بیشترین کالاهای صادراتی را تشکیل میدهند. همکارم جواد محمدی نگاهی انداخته بر این موضوع. میوه های خشک و گیاهان دارویی این روزها خون تازه‌ای در اقتصاد کشور تزریق می کنند. صادرات داره میوه خشک مثلا از قبیل کرویه، تخم باب، مغز پسته، کشمیش، دیگه به شما عرض کنم زیره، دیگه بعضی دیگه اقلام های هست که مثل چیز جقه شویته چیزام هست چند قلم. صادرات خیلی زیاد داره. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از افزایش صادرات این ولایت در 3 ماه گذشته در مقایسه با زمان مشابه پارسال خبر می دهد. ربع اول امسال 1400 ما در حدود 3000 تن ما صادرات داشتیم در کشورهای همسایه و کشورهای دوردست ما. که بیش از 5 میلیون دلار آمریکایی این عوایدیه که برای کشور ما و مردم ما و بابت صادرات ما بوده. افزایش صادرات در روزگار کرونایی و ناامنی‌ها خبری دلگرم کننده است، اما صادرکنندگان همچنان ناخوش احوالند. اول اینه که واسطه همین کرونا و مریضی خدا نشون نده خیلی اذیت شد مردم. دیوم اینه که به حساب جنگ، مسئله جنگ که بیش طرف خود شما خبر دارین که تمام بنادر اینا به دست گرفتم. دیگه سیوم اینه که مثلا دولت نتونست که با ما کمک ملی بکنه مثلا یا بازاریابی کنه. آگاهان اقتصادی، سیاستگذاری ناکام و سوء مدیریت در این زمینه را مادر مشکلات صادرات می دانند. تولید کننده محصول ماده خام عاید از 100% عاید فقط 8% میتونه تصاحب بکنه و 12% کسی که مارکتینگ انجام میده 12% عاید رو دست میاره. 80% مربوط به پروسسور میشه، کسی که پروسس میکنه این ماده خام. پس حالا ما به چی نیاز داریم؟ ما به این نیاز داریم که یک رابطه بین تجارت و صنعت، یک رابطه بین زراعت و صنعت ایجاد بکنه تا محصولات مواد خامی که ما داریم، این مواد به صورت خام نه بلکه به صورت پخته از افغانستان صادر بشه. کیفیت محصولات تولیدی افغانستان زبانزد و شهره جهان است. مدیریت و سیاستگذاری های درست اقتصادی می تواند دریچه های جدید اقتصادی را بر روی این محصولات بگشاید.